نارضایتی حاکم در سرزمین های اسرائیلی و فلسطینی این سوال را مطرح کرده که مذاکره کنندگان چه میزان میتوانند نماینده مردم خود باشند. حماس که کنترل غزه را در دست دارد از تصمیم تشکیلات خودگردان فلسطینی ناخشنود است. سخنگوی حماس میگوید گام هایی که برای از سرگیری مذاکرات برداشته شده است گام های کاملا خودسرانه هستند که هیچ ربطی به خواسته فلسطینی ها ندارند. ما میدانیم که این تلاش به شکست میانجامد، همانطور که در 20 سال گذشته شکست خورده است. در رام الله در بیت المقدس شرقی هم شمار افراد ناراضی کم نیست، چرا که برای بسیاری از آنها توقف شهرک سازی اسرائیلی ها در اراضی اشغال شده پیش شرط آغاز مذاکرات بود. یکی از اهالی رام الله میگوید این آغاز یک پایان برای فلسطین است. این مذاکرات منجر به توقف شهرک سازی یهودی ها در کرانه باختری رود اردن نخواهد شد، مخصوصا وقتی ما میدانیم که شرایط به نفع اسرائیلی ها فراهم شده است که از حمایت آمریکا برخوردارند. در بیت المقدس اسرائیلی ها و فلسطینی ها شاید در بسیاری از موارد اختلاف نظر داشته باشند، اما به نظر می رسد مخالفت با آغاز مذاکرات صلح تبدیل به فصل مشترک شمار زیادی از آنها شده. شهردار افراط، یکی از شهرک های یهودی نشین، می گوید با توجه به اینکه فلسطینی ها چنین درخواست بزرگی را مطرح کردند، یعنی خواهان آزادی تروریست ها قبل از شروع مذاکرات شدند، این ابهام مطرح می شود که چقدر واقعا برای بازگشت به میز مذاکره حسن نیت دارند. به نظر می رسد کار دشوار دو طرف مذاکره کننده در خانه باشد، قانع کردن مردمشان.